افزایش تدابیر امنیتی در بندر کاله فرانسه موجب شده تا پناهجویان وقت خود را برای رفتن به بریتانیا در بندرهای دیگر مانند بندر زیبروژ بلژیک بسنجند. اکثر پناهجویانی که به این بندر آمدند ایرانی هستند. آنها میگویند تغییر مذهب داده و به مسیحیت گرویدند. این پناهجویان ضمن اشاره به حکم اعدام برای کسانی که تغییر مذهب داده بیان میکنند نمیتوانند به ایران بازگردند. اسلامیک چنج کریستیان پرابلم آیت الله ایران. دیگر پناهجوی ایرانی میگوید اعضای خانوادهش در بریتانیا هستند و میخواهد به جمع آنها بپیوندد. My uncle, my cousin here help me. Okay, yes. This here? No. Belgium very good. People very good. Help me for water, for food. برنارد مارشال کشیشی است که درهای کلیسا را بر روی پناهجویان گشوده و برخلاف دستور مقام‌های محلی به آنها غذا می‌دهد. باید متقاعدشان کنیم که از دولت بلژیک تقاضای پناهندگی کنند تا اقامتشان در این کشور شکل قانونی بگیرد. آنها تحت تأثیر قاچاقچیان قرار گرفته و حرف ما را قبول نمی کنند و نمی خواهند از بلژیک تقاضای پناهندگی کنند. کارل دوکولو فرماندار منطقه فلاندر غربی از شهروندان خواسته که به پناهجویان غذا ندهند. در مقابل برخی از مردم با تهیه غذا برای پناهجویان به صحبت‌های فرماندار واکنش نشان دادند. پس از شنیدن خبر از رادیو تصمیم گرفتم به زیبروژ بیایم. چند تا نان و بیسکویت خریدم و به اینجا آمدم. افزایش تدابیر امنیتی پلیس موجب ترس پناهجویان شده. آنها میترسند دیگر کسی به کمکشان نیاید و مسیر سوار کشتی شدن و به بریتانیا رفتن سخت‌تر شود. در سال جدید میلادی بیش از 900 مهاجر غیرقانونی در شمال غربی بلژیک بازداشت شدند. این امر نگرانی مقام‌های محلی را افزایش داده. پسرهای جوان برای یافتن نقاط ضعف امنیتی ما به اینجا می آیند. آنها دو هدف دارند. می خواهند ببینند نقاط آسیب پذیر اسکله کجاست و همچنین در چه مکانهایی می توانند چیزی شبیه اردوگاه درست کنند. رویای پناهجویان گرفتار در زیبروژ رفتن به لندن است، شهری که تنها 233 کیلومتر با آن فاصله دارند.